به راستی اگر 51% مردم ایران ریستارت را گوش نکنند و ریستارتی نشوند چه می شود؟ به راستی آیا جنگی در کار است؟ به راستی آیا قتل عام ایرانی ها نزدیک است؟ به راستی آیا آن زلزله‌ای که در تهران گفته بودند می آید همان قتل عامی است که در تهران راه خواهد افتاد؟ به راستی مشتاق علیشاه کرمانی چه بود و به راستی کرمانی ها چرا به زن و بچهشون تجاوز شد و کشتاری بسیار عظیم رخ داد؟ Welcome to 64 my friend. Welcome to خطرناکترین برنامه بعد از 700 سال. Welcome to ریستارتی که داره تلاش میکند از خون ریزی ملت ایران جلوگیری شود. Welcome. عقل و دل و ساز کنیم، از اول آغاز کنیم، بشیم مثال سیمور پرهامونو باز کنیم، به شهر عشاق بریم، یکی کنیم دلا رو، زمستونو دک کنیم، زنده کنیم بهارو، سیمرغ عطار بشیم، با هم دیگه یار بشیم، بریم به اول عشق، حبیب و بیمار بشیم. به خاطر رسیدن باید هم آواز بشیم، با مقصد نهایی هم دل و هم راز بشیم. سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم، در انتهای رنگیم، تو سبقت زندگی هرچند با هم. به ریستارت 64 خوش اومدید شنونده‌های محترم. اینجا رادیو پسوس و برنامه خطرناک ریستارت. به هر حال بعضی از داستان ها در طول تاریخ کلن حذف شده. حکومت ها و روحانیت ادیان در طول چند هزار سال تلاش کردن که تاریخ را به گونه ای عوض کنن که مردم رازهای موجود در تاریخ را نفهمند. یعنی تمام زورشون رو بابت این قضیه زدن و همین خاطر در جای جای کتاب های تاریخی که حکومت ها نوشتن و عرضم حضور شما که روحانیت ادیان خلل‌ها و سوراخ‌هایی و حفره‌هایی وجود داره که هیچ وقت پر نشده و دلایلی وجود داره که اصولاً مردم متوجه نشدن آقا چرا مثلا همچین اتفاقی در اون تاریخ میفته و یه عده‌ای کشته میشن، قتل و عام میشه، چرا هی حکومت‌ها عوض میشن. برای همین خاطر از روز اول من به شما اعلام کردم که آقا کتاب تاریخ رو حواس، حالا یکی میشینه تو لس آنجلس حرفی بزنه، یکی میشینه وسط ایران حرف میزنه، همه کتاب‌های تاریخ ها رو حواس، چون حکومت‌ها با پول خودشون نوشتن، مثل همین الان که داره تاریخ نوشته میشه.
تاریخ غلطی که بعدها مشخص میشه. حالا علت اصلیش اینه که تو نه سعدی میخونی شنونده محترم، نه حافظ میخونی، نه جامی میخونی، نه عراقی میخونی، نه مولوی میخونی، نه اصلا مردم اصولا دنبال چی هن؟ قشنگ نگاه کنی به الان، ناراحتی الان برو 40 سال پیش، زیاد ناراحتی برو 60 سال پیش. همیشه مردم دنباله که یه پولی در بیارن بخورن و یه عشقبازی و یه کارهای همیتا سعاده که داره انجام میشه. چه کسانی با تصوف درگیرن؟ روحانیت اصیل متعصب، ما بشیم اصیل اینا چون اصالتا متعصبن، و حکومت ها. اینا همیشه تلاش کردن که اهل تصوف بکشن و رازها فاش نشه. و همین خاطر بعضی مواقع مردم هم به اینها کمک کردن، اون روز روز قتل عام مردم شده. خیلی ساده. برای اینکه بفهمیم کرمان چه اتفاقی افتاده و عرضم حضور شما که در هفته پیش اول من اینو بگم، توضیح دادم که آقا صوفی یعنی چی. بعضی واقعا خب تعجب میکنه شنونده دیگه، میگه آقا انسان کاملا مهربون، اینقدر خوشگله و 15 16 تا هم که بیشتر، اینطور که حسینی گفت صوفی اصلا درست نیست. مگه در کره زمین همین الان 7 میلیارد 14 15 اصلا به تعداد جمعیت ربط نداره، به راههایی که اینا رفتن ربط داره، به 18 هزار عالمی که اون آدم تواناییشو پیدا میکنه ربط داره. یکیش مثلا میشه مثلا شتاب جاذبه، این همه موجود رو کول این صوفی است. مثال دارم میزنم، مثلا شتاب جاذبه مثلا که شتاب دافعه در از انسان کامل به نام خورشید، بعد میذاریم اسمش جاذبه و به اسم این صوفیه در از در میاد دیگه، میگن شتاب جاذبه کره زمین. مثال شتاب جاذبه کره زمین اگر یک صوفی باشه، کل موجودات جهان اصیبش وصله. این نیرویی است که توسط انسان کامل در جهان نهادینه شده. حالا اگر یه روز شتاب جاذبه یک ثانیه قطع بشه، همه یه چیزهایی که در میزت، آشپزخونت، خونت، بچت، زنت، همه میره رو هوا، این هیچ ربطی نداره. همه میگن منطقیه شتاب جاذبه قطع شده. یه کره بیاد تاپ بخوره مثلا به کره زمین، یه اتفاق جهانیه. بعضی اتفاقات در تاریخ همینطوری بوده، اما تو چرا یادت نیست یا نمیدونی؟ چون بعضی موقع این کشتارا رفته چین و تو صوفی و تصوف اونجا رو نمیشناختی، یا رفته مثلا وسط اروپا شروع شده قتل‌ها، جنگ‌های صلیبی. چرا؟ چون تو موضوع اونجا نمیدونی. حالا یکی باید پیداشه یه ریستارت بره واسه آلمان و فرانسه و ایتالیا و اینا پخش کنه تا اونا بفهمن چرا مثلا زن بچه یه گروهی تو اون کشور کشته شدن. اما این شانس تو آوردی، به دلیل اینکه انسان کامل ایرانی، شانس آوردی که این موضوع رو اینجا بفهمی. صوفی ها اصولا برای بوسیدن پای هر انسانی آمادن. یعنی اگه من و تو پر رو نشیم، هر صوفی دوست داره بیاد کفشای تو رو جفت کنه. اصلا صوفیش اینقدر افتاده از اندازه شخصیتی که اینجوریه. تک و توک از این صوفیان هستن که شوخی نباید با اینا بکنیم، که شیری که روی پرچم شیر خورشید اهل تصوف است، صورت شبیه آدم یه ذره، صورت چش و ابرو داره، انگار شبیه یک آدم ریش و سیبیل داره، قدرتمند، تنومند، که یک شمشیر دستش از انسان کامل دفاع میکنه. با این آدما نباید شوخی کرد در طول تاریخ، و هر باری که تاریخ با اینها شوخی کرد همه چی رفت رو هوا. سلطان محمد خوارزمشاه مثلا به عنوان مثال، خیلی سوالا رو شما نمی‌بینید، آقا چرا این مولوی رفت با باباش از کشور ایران رفت؟ چرا رفت قونیه؟ کجای تاریخ جهان نبشه چرا رفت قونیه؟ همینطوری دیگه. میگیم چرا محمد ابن عبدالله رفته مکه؟ هیچکی جواب نمیده. چرا آمنه مادر محمد در مکه وضع هم کرد؟ این بچه های کجا بودن؟ چرا اسمش ایلیا ابن عمران؟ هیچکی جواب نمیده. اسم علی اولین بار در روی یک شخ بچه گذاشته شد، اسم شد علی به عربی، مثل ابراهیم که لقب زرتشته. چی سوالا جواب نمیده هیچکی؟ برای اینکه برسیم به مشتاق علیشاه کرمانی که ببینیم اصلا موضوع چی بوده، باید چند تا چیز ساده رو من رد کنم توضیح بدم. یکیش همین آقای خوارزمشاه، آخرین پادشاه اون دوره، یه مادری داشت به نام خاتون. این خاتون با همه بود، سکس گروهی را انداخته بود، فسق و فجور و دزدی و هر کاری تو بگین آدم کرد، هر چی شما فکر کنی این آدم انجام داد. یه جا گیر افتاد. کجا گیر افتاد؟ وقتی که مجدالدین بغدادی که از صوفیان خوشتیپ بود، مادر کلید کرد روی این.
حالا خوارزمشاهی ها کیان؟ خوارزمشاهی ها با یکی از صوفیان بزرگ اون دوره فامیلن. برای همین میخوام توضیح بدم که بدون یعنی چی. مادر ایشون یه شوخی کوچولو کرد و به خاطر اینکه از تیپ این خوشش میومد به هر حال هر چیزی. محمد خوارزمشاه مست بود، خبر دادن که آقا مادر شما در فلانجا در کلاس تصوف فلان آدمی که شما میگید آدم خوبیه، ایشون اونجاست و صیغه این آدمه. مست بود دیگه، ببین مست بود، خوارزمشاه مست بود. یه نفر فرستاد اون آدم رو، مجنون بغدادی رو گرفتن انداختن تو دجله کشتنش. صبح شد، اینا هم فامیل کوچولو بودن دیگه، به سلطان خوارزمشاه محمد اعلام کردن که آقا اون یه مجلسی هم تصوف داره که هر سال انجام نمیشه، یهو اتفاقی این مجلس انجام میشه. یعنی یک زمانی انسان کامل اجازه میده که این چند تا صوفی دور هم بشینن. تو فکر کن شتاب جاذبه نیروهای بین المللی، نمیدونم مختصات جهانی دیگه، نه اول بیگ بنگ اینا بشینن بغل هم. خیلی سخته که شما کره خورشید بذاری بغل ناهید و پلوتون با هم بشینن دیگه، چه میدان نیرویی میخواد که اینا بشینن بغل هم. یه مجلسی وجود میاد که این مجلس بسیار عجیبیه. خبر دادن که آقا مجلس اتفاق افتاده. گفت تو مجلس چی شده؟ گفتن تو مجلس اعلام شده که پایان پادشاهی خوارزمشاه و به خونخواهی مجدالدین بغدادی سر خوارزمشاه باید افتاده بشه. یعنی صوفیه تو اونجا این دعا رو کرده که آقا خسته شدیم، تموم شد، تمومش کنید. من نمیگم، تاریخم به تو نخواهد گفت. میرم تو نفحات الانس آقای جامی، عین جملهش جامی میگه، جامی میگه شنونده. پس این تاریخو کیا میگن؟ سعدی و مولوی و عطار میگن. جامی میگه تاریخ اصلی پنهان در کتابهای ایناست به صورت شعر که گفته شده، مثل رخصم فرخزاد. کی گفته؟ فردوسی گفته. فردوسی گفته رستم فرخزاد اعلام کرد که به زودی پدر ساختار میره رو هوا. چرا؟ چون به صوفیه توهین کردن. فردوسی میگه، تاریخ واقعیه. جامی میگه همین اتفاق افتاد. فردا ظهر با یک تشت بزرگ زر همین آقای خوارزمشاه رفت افتاد رو پای صوفی اون زمان مجدالدین کبرا اسمش بوده. گریه کرد که آقا من غلط کردم، به والله مست بودم. اینا رو دارم میگم برای اینکه الان بدونی که همین الان هم جمهوری اسلامی احتمال داره که این اتفاق بیفته دیگه. خیلی نکته، اگه صوفی رو بشناسه احتمال داره دیگه. آقا رفت رو گفت غلط کردیم، ما مست بودیم. این تشت زر، اینو جامی میگه و عرفا میگن. جامی، وقتی میگم جامی یعنی سندی بزرگتر از جامی و مولوی و عطار ما دیگه نداریم. کل تاریخ رو هواست در مقابل این عظمت ها. میگه که تشت زر رو گذاشت سمت راست، شمشیر پادشاهی رو گذاشت روی زمین، رو کرد به عرضم شما شیخ نجم الدین، گفتش که اگر دیت، این جمله شو میخونم، اگر دیت میباید اینک زر، و اگر قصاص میکنید اینک شمشیر و سر. سلطان اون دوره رفته نشسته روبروی یکی از صوفیان، افتاده رو پاش، گفته اگر به این دیه این آقا رو میخوای بیایی شمشیر گردن منو بزن، پولو بردار، نمیخوای گردن منو بزن. شیخ گفت هم سر تو میرود هم ملک تو میرود، و ما هم بعد از تو سر خود را خواهیم داد. که مولوی یک بیت شعر داره میگه اولیا را، اولیا یعنی مهدی، هادی، ولی، اولیا یعنی تذکرت الاولیا. همین نفحات الانس هم همین کتابی است که داستانی است مثل تذکرت الاولیا عطاره. تذکرت الاولیا یعنی یاداوری که بدونی داستانهای اولیا رو، یعنی ولیها، یعنی مهدیها، مسیحها، موساها، این داستاناشونو بدونی. میگه اولیا را هست قدرت از اله، تیر رفته بازگردانند راه. میگه حتی اینا توان دارن تیری که رد کردن برگردونن.
که اهل تصوف فقط یه چیزی بهش اضافه میکنه و اونی که به شرط اینکه تیر به هدف نخورده باشه. پس مجلس خیلی مهمه. آیا الان در ایران مجلسی، در آلمان مجلسی برای کشور ایران، در ژاپن مجلس و مجلس تصوف واسه کشور ایران درست شده؟ آیا تیر کمان جسته؟ اینا سوالای بسیار مهمی که از اون موقع همینطور تکرار کنی تاریخو میفهمی الان چه اتفاقی داره میفته. و بعدش هم همین نجم الدین کبرا در جنگ تن به تن خوارزمشاه که تموم میشه داستانش، نسلش منقرض میشه، ساختار کشور میریزه به هم، همه چیز میریزه به هم، خود نجم الدین کبرا هم تن به تن کشته میشه. برای همین پدر مولانا شهر ایران رو ترک کرده بود، رفت پیش عطار، کتابی عطار به مولوی چند ساله داد و رفتن. اینا دلایل رفتنش این بوده، یعنی ظلم و ستمی که از مادر همین حاج آقا شروع شد. مثل الان که مثلا یک قاضی یک کاری کرده، تجاوز کرده توی شهری، توی کشوری، همه سکوت میکنن. این همه سکوت میکنن از یه جوری شد. بریم جلوتر، شاه سلطان حسین صفوی آخرین پادشاه صفویه، 70 سالش بوده، همین اتفاق دوباره افتاد. یعنی این آدم با اینکه تمام زورشو میزد که زیاد به تصوف حمله نکنه، مخالف بود و شدید عاشق آخوند، شدید عاشق بقها، همون کاری که محمد خوارزمشاه کرد، عاشق آخوندک، عاشق بقها، عاشق اینا، مهدی اجله تعالی فرج مهدی، مهدی بیا، همه همین شکلی، از حسین 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 حسین، همین شکلی، همین شکلی. تاریخ همین الانی که داره اتفاق میفته، بعد تو تاریخو بفهمی تو الان بفهم. همین شاه سلطان حسین صفوی هم اینجوری رفت رو هوا، 70 سالش بود، همین کارا رو کرد، آخوندا رو بها داد، قدرت رو داد، همون اتفاقاتی که در طول تاریخ افتاده که تو باید بدونی. پس کجا که اتفاق میفته تو اون تاریخ، آخوندبازی بچه بسیجی رو انداخت، حسین 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 دست رو انداخت، جیغ جیغ جیغ، هی تصوف کن آقا چی میگی تو، آقا عجلال تعالی فرجه شریف، یعنی انسان کامل الان باید بیاد، شما اونی میخواه بیاد، خب بیاد که گردن طوری میزنی که آجی شوخی نکن، گوش نکردن. و کشت یه نفر رو، یکی از صوفیان کشته شد، نکشتشم شاه سلطان حسین صفوی، نکشت. بگم میخندی، اینا وسط زمستون آخوندا ریختن دم خونه داروغه و فلان و فرمانده ها، این صوفیه رو با دو تا بچهش فرستاد و با یک سرباز ببره، نکشتش. اینا که رفتن وسط را، بچه این صوفیه به خاطر عرضم شما که سرمای شدید مرد، سربازه یا اون آدمه یا رابطه برگشت گفتش که قربان نفرینتون هم کرد که رفتین رو هوا، به چند روز نکشید. محمود افغان 19 ساله وارد ایران شد، گرفت شاه سلطان حسین صفوی رو، کل کشورش رو گرفت، همه بزرگان صفوی، خاندان صفوی، کشور تصوف، آخرین پدر سوخته این تاریخ همین شاه سلطان حسین بوده که آخوندیست بوده، بقیهشون همه نبودن، مثل شاه عباس هیچ کدومشون آخوندیست نبودن، نمی کشتن آخونده رو ولی نمی ذاشتن به قدرت برسن. شاه سلطان حسین می گیره، شاه سلطان حسین دخترش هم به این میده، بوسش میکنه، چشمان محمود افغان ماش میکنه، میگه قسمت ماست که حکومت فعلا دست شما بود، پادشاهی تا این حد. محمود افغان هم لبخند میزنه، هم دخترش رو برمی‌داره، هم دو سه دخترای فرمانده رو برمی‌داره، بچه 19 ساله، هم همه ایرانی‌ها بزرگان اون موقع وزرا رو پای محمود افغان میافتن، بوس 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 میکنن، همین کارا رو که انجام میده، هیچ هم جلادا پشت پرده میریزن شکم اینا رو دونه دونه رودهشون میکشن بیرون. این داستان واقعی. اما میریم به سمت مشتاق علی شاه کرمانی. یه جمله هست میگه که خداوند بلایی نازل نمی کند مگر پیامبری قبلش آنجا بفرستد. متاسفانه مردم جهان فکر میکنن پیامبر یعنی فقط همون یحیی بوده و همون موسی بوده. یحیی اصلا چیکاره بوده که تو الان فهمیدی یحیی پیامبر بوده، تو الان فهمیدی زکریا پیامبر بوده؟ پیامبر نبوده که، یزید تو پیامبر چجوری و کجا اومده؟ 124000 پیغمبر رو تقسیم کن تو این 100000 سال میفهمی داستان چیه. اتفاق عجیبی میفته، انسان کامل اون دوره در ایران نیست، توی کشور دیگه است. ایران ملوک و طوایفی شده. داستان کرمانو باید از اینجا شروع بدیم.
به زن و بچه ها ظلم و ستم میشه، پولاشونو میخورن، رعیت بدبخت زرج میکشه، کشور پراکنده است، افشاریه نمیدونم از اون طرفه، از این طرف کریم خان زن حکومت داره، کردستان دست با لرستان دست یکی دیگه است، خراسان و اینا دست یکی دیگه است، همه این موجودات و این آدم ها عرضم و شما که در جای دیگه ای هست. انسان کامل اون دوره مال یه شهر یه کشور دیگه است. خیلی جالب، 16 تا صوفی داره، برای اینکه شما بدونید خیلی اینا رو باید بدونید. 6 تا از این صوفیا رو میفرسته سمت ایران، 6 تا از بزرگان تاریخ جهان میفرسته سمت ایران. ببین چه دو تاریخی داره میفرسته، دوران کریم خان زنده، یعنی برای 8 تا کشور یه صوفی کافیه، 6 تاشو یه زب میفرسته داخل ایران. فیض علی شاه رو میفرسته اصفهان، حسین علی اصفهانی رو میفرسته خراسان و کابل، یعنی پس شد دو تا صوفی. عباس علی سیرجانی رو میفرسته کردستان، شد سه تا صوفی. و ایران هم 4 5 تا کشور الان تجزیه شده ایران دیگه، 4 5 تا کشور، این افشاریا دستش، اون هم چی چیز دستش، این زندیه دستش، اونورم آقا محمد خان قاجار داره یواش قوی میشه. مشتاق علی شاه پیامبر بزرگ رو میفرسته کرمان. پس چی شد الان 4 تا پیامبر فرستاده؟ دقت کنید، یکیشو فرستاده اصفهان، یکیشو فرستاده خراسان و کابل، یکیشونو فرستاده کردستان، یکیشونو فرستاده آذربایجان، یکی از صوفیان فرستاده آذربایجان، و مشتاق علی شاه رو هم میفرسته کجا؟ میفرسته کرمان. یکی از صوفیان دیگرش رو به نام نورعلی شاه در اون تاریخ، انسان کامل مال یک کشور دیگه است، دقت کن، اینو میفرسته برای ایران و عراق. خیلی جالبه، یعنی تکلیف از قبلش مشخص بوده که ایران و عراق چه خواهد شد. یعنی ایرانی که 4 قسمت تقسیم شده، یک نفرم مأمور تصوفی کل ایران و کل عراق میکنه. مشتاق علی شاه کرمانی به همراه نور علی شاه وارد کرمان میشه. کرمان شرایطش چیه؟ میخوام دو تا سند اینجا رو کنم که بدونه، نمیدونم چند روز طول میکشه، شاید دو برنامه طول بکشه. مشتاق علی شاه کرمانی نمیدونم، دارم زور میزنم تو همین برنامه تمومش کنم، ولی بدون مطلب. یه دفعه هم گفتم مولوی چیه؟ پیامبره. عطار کیه؟ پیامبره. سعدی کیه؟ پیامبره. اینو کی میگه؟ تمام عرفا میگن، ملک شعرای بهار میگه، هر کسی که انکار کنه که سعدی پیامبره شیطانه. نمیگه که قتلش واجبه، میگه این 50 بیلیارد سال تو جهنمه. شیطانی یعنی این، میگه ابلیسه یعنی این، میگه این لجنترین آدم در طول جهان هستی. مولوی میگه، سعدی میگه، حافظ میگه، اینا همشون به گذشته میگن، بعدی ها هم به گذشته میگن، میگن اگر کسی فکر کنه که مولوی پیامبر نیست کلن رو حواست. مشتاق علی شاه کرمانی و نور علی شاه با هم سفرشون آغاز میکنن، میرسن وارد کرمان. کرمان چه خبره؟ میخوام سند بهت بدم. کرمان مردم دنبال سریال و فیلم و اینا هن. به رعیت تجاوز شده، کشته شده، پولاشونو خوردن، زندگیشونو خوردن، ظلم و ستم فراوانه، ملک و طوایفی اون منطقه، یعنی هر کسی فامیلش گذاشته گفته تو علم الهدای خراسان باش، میگه ببخشید الله علم الهدای، نه تو مثلا فلان فرد فلان شهر باش، تو مثلا نمیدونم چیه امام جمعه مثلا تهران، موقت مثلا تهران باش. اینا شروع کردن هر جای خوردن، تو برو تو سنندج هی کردارم کشتی، لورارم کشتین، تو شهرها کشتین، اصلا مهم کرد و لور نی، بکش پدر اینا رو در ببری حکومت کن، پولاتو بخور، نصفش هم به ما بده. همین شکلی تو اون خطه، این شکلیه. این تیکر رو میخوام به بسیجیان عزیز که دارن این برنامه رو گوش میکنن که بدونن که اگر 50% به ریستارت نرسیم و ریستارتی نشن چه خواهد شد، بدونن. شنونده محترم، چاه جمکران مال الان نیست. هانی چاه جمکران مال الان نیست. هانی کرمان
چاه جمکران ساختن. فکر کن ببین چه دوره دقیقاً احساس دنیای میالانه. چه نگاه کن، چاه صاحب از زمان در کرمان درست کردن، مردم عین بزغاله میدن نامه مینویسن میدن تو اونجا. این اسناد رو بعد فکر کنی که ببینی که حتما که نباید جامی بگه. حکومت‌ها هی تاریخ رو عوض میکنن، یکی بعدش پیدا میشه میگه آقا جامی گفت، دوباره همه چی حل میشه. ملت کرمان رو میخوای نگاه کنی، الان ایران ببین، چاه جمکران درست کرده هموطن، چاه میرن مردم میرن اونجا امامزاده ها رو چی شک میبندن و بعد میرن تو چاه جمکران. یا صاحب از زمان، مساجد پر صاحب از زمانیه، مساجد عربده دوپس دوپس دوپس، بعد میرن چون به خلوت میرون آن کار دیگر میکنن. هموطن، میخوای بفهمی چرا خار مادر مردم در کرمان و کشدار و بچه ها رفتن رو هوا؟ بفهم کشور تو الان و بدان چرا ریه سارت دارد پخش میشود. همه رو ربط بدی میفهمی. مشتاق علی شاه کرمانی وارد کرمان میشود، پیامبری به قومی میفرستند تا این قوم را نجات دهد. ریه سارت در کرمان پخش میشود. حالا مشتاق علی شاه کرمانی کیه؟ مشتاق علی شاه کرمانی یکی از بزرگترین نوابغ موسیقیه. همین نشان میده که تصوف عاشق موسیقیه و موسیقی در تصوف حرام نیست. چه صدای زن، چه صدای مرد، چه صدای گی، چه صدای لز، از ربطی نداره. خیلی سند مهمیه. مشتاق علی شاه کرمانی ستار رو، شنونده محترم، تبدیل میکنه به چارتار. اصلا بهش میگن سیم مشتاق. اصلا شما برو پیش این موزیسین ها، برو پیش این اهل کسانی که موسیقی ستار میزنن، برو ببین، میگن آقا یه سیم در ستار وجود داره بهش میگن سیم مشتاق. اسم رو نگاه کن، چند زمان مونده هنوز، اسم سیم مشتاق. چارتار میزده خدا، هر جا میزده گیج میشدن. کار جایی میرسه که مشتاق وارد این شهر میشه، کریم خان زندم مثلا 30 بار دعوتش میکنه، یه بار با کتک میبرنش به شوخی و یه بارم به زور میارن که برش مریض میشه. میگه آقا ما با این سرما با سلاطین نمیخوایم بشینیم، چیکار باید بکنیم؟ آقا ولمون کنیم. این آدم یواش یواش تو شهر مطرح میشه، یواش یواش کرمانی ها میگن ای بابا، ای سلام، میگن فردوسی پیامبر بوده؟ آقا نمیتونستیم ما، پس به هر دوری ولی قائم است؟ ای امام زمان، مهدی، هادی، مسیح، مشی الان هم هست؟ یواش یواش داره کرمان میپیچه. آخونده خبردار میشن، میگن آقا اوضاع وخیمه. من میخواستم این جملاتشون رو واسهتون بخونم که پیدا بشه، ولی خیلی سخته دیگه. عرضم حضور شما که جمله معروفشون اینه که میگه یکی از آخونده میره پیش، عرضم شما که کریم خان، میگه آقا ببخشید، روحانیت و ریستاد از زمانی داره اینجا پخش میشه، کل روحانیت رفته رو هوا، ما هر چی که درست کردیم رفته رو هوا، مردم اصلا دیگه شریعت و حرف ما رو اصلا آخوند و گوش نمی کنن. ریستاد از زمانی که داره پخش میشه توسط مشتاق، عزیز من منهدم نشده، منعدم شده. جملش اینه، حالا من یادم نیست جملش چیه. یعنی چی؟ یعنی اعدام شده. روحانیت اعدام شده، نه منهدم. چند تا کار خیلی بد میکنه مشتاق علی شاه کرمانی. اینا خیلی نکته مهمیه به دنیا. ببین اینا یه چیزایی که باید بدونی. وقتی میگن شیعه تصوف، اینا سید حیدر آملی رو تمام این آخونده قبول دارن. هانری کربون، حالا کربون بعضی بهش میگن، هانری کربون یا هانری کربون فرق نمی کنه، میگه سید حیدر آملی گفته، خود کتاب سید حیدر آملی هم نوشته شده که تصوف یعنی شیعه. یعنی سید حیدر آملی گفته که هر کسی که به تصوف احترام نذاشته باشه نطفه‌شو چک کنید. همین سید حیدر آملیه آقا، دقت کن. تصوف یعنی شیعه و اعلام میکنه که کسانی که به مسیح ایمان آوردن در دوره مسیح شیعه مسیح بودن، وقتی مسیح رفت
هر کسی به مسیح ایمان داشت دیگه شیعه مسیح نبود. کسانی که به پتروس اعتقاد داشتن شیعه پتروس بودن، یعنی شیعه مسیح بودن. اونا میگن شیعه، شیعه یعنی تصوف. این کل دقت کنید، خیلی نکته مهم. روحانیت حکومتی شروع میشه، امام زمان داره میره زیر سوال و حرفهای بسیار زیادی، درگیری شدیدی به وجود میاد. دو اتفاق دیگر هم میفته که این خیلی بد بوده. یکیش اینه که میرزا محمد تقی، یکی از روحانیت پرقدرت حکومت و پرنفوذ حکومت، مثلا به عنوان مثال الان اگه بخوایم مثال بزنیم، مثلا این مکارم شیرازی فرض کن، این آدم از صبح تا شب کارش اینه که به تصوف فش بده. محمد تقی، میرزا محمد تقی، از صبح تا شب داره به تصوف فش بده، منبری نمیره مگر اینکه نیم ساعت راجع به تصوف حرف بزنه که صوفیان جهان همیشه اینجوری بودن و فش میده. این آدم یه روز توی یک روزخونه‌ای گذاشته بودن توی نمیدونم کوچه ماهانی کرمان کجاست، حالا من نمیدونم کجاست، شما چون چیزه میدونی، تو اونجا یه خونه روزه گذاشته بود، سفره گذاشته بود، بزرگان هم دعوت کرده بودن، یکیش همین آقای محمد تقی بوده که از روحانیت پرنفوذ حکومت اون دوره بوده. بغل این سفره مشتاق علی شاه کرمانی هم خودش میاد، میاد سر سفره میشینه، چون بزرگترین روحانی اون تاریخ اون موقع همین بوده دیگه، در حد مولوی بوده، انقدر سواد داشته، سوادش این میرزا محمد تقی. وقتی سر سفره میشینن تا این غذا نخوره که بقیه نمیخونن، چون باید دعا رو این بخونه دیگه، اعلام کنه بفرمایید دیگه، بسم الله بگی به قول خودشون، نمیخونه، میشینه صاحبخونه میگه قربان نمیخونه دعا رو، میگه نه سر این سفره نامحرم وجود داره، تا صوفی در این سفره نشسته این سفره نجس است، غذا نجس است، آخرت نجس است. مشتاق علی شاه از جاش بلند میشه، میگه اگر سفره مرتضی علی به قول خود شما تو رو سننه، هر کس که از درد در آید نانش دهید، از ایمانش مپرسید، زیرا آن کس که به جان ارزد به نان ارزد. اما برای اینکه سفره شما حلال بشه و غذاتون رو بخورین، ما که نجسیم میریم، میره رعشه تو بدن میرزا محمد تقی میفته. این تر تاریخ نوشته، تاریخ یعنی سعدی و مولوی و عطار و عرفا و ملک و شعرا و بهار، اینا دارن میگن، نه تاریخی که الان تو لس آنجلس توضیح میدن و یا دست حکومت داره نوشته میشه یا احزاب سیاسی مینویسن. میره پشت این رعشه تو تن محمد تقی میفته، میدوی دنبالش، سر یک کوچه میگیرش، میگه آقا من نگفتم نه و اینا، مردم آخه حساسن و این. میگه اشکال نداره، میگه برگرد، میگه من عذرخواهی میکنم، تو دلت چیکست، من نمیخواستم دلتو بشکنم، ولی دلت چیکست. بعد میگه که اصلا مهم نیست که چی شده، من موش جونتون بریم بخور. هر کاری میکنه این بر نمیگرده. از اون تاریخ میرزا محمد تقی میره رو هوا، یعنی شمس مشتاق علی شاه کرمانی میاد. یه آدم، البته در حد مولوی نبوده ها، سوادش در حد مولوی بوده نه تصوفش، ولی یه تکون اینو میده. این آدم دیگه شروع میکنه رفتن یواشکی تو خونه مشتاق علی شاه و گوش کردن، شهر خبردار میشه. این تاریخ، تاریخ نوشته شده، هزاران نامه زنها میدن میندازن، گوش کن شنونده، هزاران نامه زنها میریزن تو چاه امام زمان اون دوره تو کرمان که یا امام زمان میرزا محمد تقی ما رو به ما برگردون، این کافر شده، این نجس شده، این رفته دنبال اینا. روزه ها میذارن، جوشن کبیر میخونن، جوشن صغیر میخونن، جالای جوشن کبیر میخونن، توی جوشن صغیر میخونن، اندر صغیر میخونن، اندر کبیر میخونن، گریه میکنن، علما میان، روحانیت میاد، وزارت اطلاعات میاد، آقا میریزن کسی رو برداشته پیچونده که حکام نمیتونن بگن، همه قبولش دارن، فرمانده کل سپاه قبولش داره، فرمانده کل بسیج قبولش داره، پیچیده رو حواس. این کارهایی که نباید میکرده و کرده، تکون میخوره.
شعر معروفش هست که میگه که ای شیخ زروی واقعیت عالم صفتند و ذات ماییم نشناخته هنوز ما را در کعبه و سومنات ماییم. یعنی بیت شعری که این نورعلی شاه هم در اونجا خونده بوده، یعنی میگه همه چی جهان دست ماه، خودت علاف کردی، خودت ریختی به هم. بزرگترین آخوند اون دوره میرزه به هم. برای اینکه بفهمین بسیجی ها و مساجد بر علیه این سیستم شروع میکنن حمله کردن. و خیلی عجیبه که در خود کرمان هم میگن، میگن که بعدها اومدن گفتن که آقا نمیدونم شما اینو برگردونین. اونم همیشه میگفتش منطقی، میرزا منطقی، حالا نمیدونم، میگفت مردمت هم میگفتن که آقا برگرد، علما گفتن برگرد، میگفت آن میرزا منطقی شما دیگر مرد، بروید میرزا منطقی دیگری پیدا کنید. خودش میگفت، خود میرزا محمد تقی میگفت، منطقی یعنی محمد تقی، اون دیگه مرتاجی، همون حرفی که مولوی میزد، گفت اون مولوی قبلی مرد، یه مولوی جدیدی که وجود داره. به هر حال وقتش تموم شد، چون خیلی موضوعات داره مشتاق علی شاه و به سادگی نمیشه. فقط توضیح دادم. پس دوره کشتار کرمان کدوم دوره است؟ همین دوره الان. قتل عام کرمان کیه؟ همین دوره الان، تو این فاصله است. پیامبری فرستاده شده، الان هم انسان کامل ایرانیه. ناراحت ژاپن ایتالیا نباشون، کشته بشن یا کشته نشن، اونا جزا خودشونه. دقت کن مطلب. بسیج و سپاه و اونا در دوره کرمان کی بوده؟ همین الان بوده. مسجد جمکران الان داریم، در دوران کرمان مسجد صاحب الزمان داشتیم که مردم مثل بز میرفتن اینجا نامه مینداختن. ملوک الطوایفی بوده اون دوره، الان هم ملوک الطوایفیه. هر کسی تو خراسان میگه موسیقی حرام است یا حلال است، کی بیاد کی بره. یعنی یه جوری حکومت درست کردن که نشه رژیم رو عوض کنن. اون موقع هم باهوش بودن، همین کاری کرده بودن. مردم کجا هست؟ سفره رقیه انداختن، حضرت سکینه انداختن. تو این بهبوه خرتوخر آن دوره، انسان کامل از کشوری دیگر مردی را، پیامبری را، صوفی بزرگی را به سمت کرمان میفرستد تا کرمانی ها را نجات دهد. اما کرمانی ها کمکان به سریال های تلویزیونی علاقه داشتن، کمکان از اینکه حکومت به تصوف خیانت میکند لبخند میزدن. کرمانی ها در سکوت خیلی زیبایی فرو رفته بودن، گویا بلا بالا سرشان بود، اما آنها به جلوی پایشان نگاه میکردن. آنها نمیدانستن که در آینده بسیار نزدیک اتفاقی خواهد افتاد که در طول تاریخ افتاده است. آنها یادشان رفته بود که محمود افغان برای چی وارد ایران شده است. آنها یادشان رفته بود که حمله مغول‌ها دلایلش چه بوده است. دو سال بعد اتفاقی در جهان میافتد که کمکان همه دنیا آن را می دانن. کشتار عجیب و غریب، مرگ بچه ها، زن ها، در آوردن ده ها یا صد ها یا هزاران چشم، کاری که هیچ وقت اتفاق نیفتاده بود. هموطن، الان هم همون دور است. یا به 51% خواهیم رسید و به جای اینکه از حکومت دفاع کنیم و جیغ و داد کنیم پشت روی استارت میستیم، یا منتظر است، یا پشت روی استارت میستیم، یا منتظرم، منتظری، منتظر است. زلزله تهران نزدیک است. بدرود. کیستی؟
بنگرید این صاحب آوان زبان خواهد عشق فهم عشقاری فهم عشقاری بیان خواهد عشق فهم عشقاری بیان خواهد زبان دیگر این ناباز نیست گوش دیگر لایق این راز